دست شما درد نکنه. درسته ما در قالب یه اجرا داریم اینو میبینیم، ولی واقعا این بزرگترین راز زندگیه که اتفاقات بد رو بتونیم به تبدیل به اتفاقات خوب بکنیم. خیلی ممنونم از شما. بفهمین برای فینال میبینیم بچه بفرمین. من خیلی بغضم و قورت دادم، خیلی هی گفتم برو بالا عشق نیاد پایین. امیدوارم تاثیر بذاره پیامم، امیدوارم انشاءالله. آقای عظیمی نژاد شما یه بدهی به آقای حیایی داری؟ نه با ایفه دیگه نیجا هم بهشون زیاده بایشون رو نفهم نه درست بود صحبت، ولی خب به نسبت اجرای قبلی من توقع این تفاوت داشتیم دیگه، اتفاق خاص جدید، ولی همین یه به نظرم یه ذره بهتر بود. من به همین سادگی دوست داشتنم و به دیگران نشون میدم. میشه دوست داشتن شما رو ببینم؟ درست کرد آفرین. چرا مال شما قشنگ شد؟ البته قلب من با قلب شما یه فرقی میکنه، قلب من برای شما میتپه. من خیلی حس خوشایند دلنشینی داشتم از اجرای شما. من قبل و بعد از اجرای شما دو دنیای مختلف احساس نسبت به اوریگامی دارم، دنیای بی احساسی محض و دنیای علاقه نسبت بهش. نظرم مثبت. من هم شیفتگی به کاغذ دارم، ولی نه به این شکل، ولی در همون کار و بار خودم واقعا شیفتگیم بیشتر شد. خیلی جذاب بود و اجرتونم بسیار آرامش دهنده و لذت بخش. چند شیک ساختیم دستمون گرم شد. خب یعنی اگه نشد ریخیاشو بعد دوباره من بگیرم، یه بار اینجوری به روتا کنید از پایینش، جهتش که مهم نیست، بازش کنید، یه بارم به پشت ها کنید. اینو آوردیم بالا، خودش اینجا خط داره، این از اینجا من میبندم. اصلا خیلی عجیبه این همه نظر لطف، یعنی این همه پیامی که به من میگن آرامش داری، متانت داری، و جز این که بگم خدا رو شکر چیزی نیست. و برام عجیب تر این که من حرفم تا زدن کاغذه و اصلا آدم نمایشی نیستم، فقط راهی به غیر از این که بتونم داستان زندگیمو با تا زدن کاغذ همراه کنم پیدا نکردم. چهره مثبت و تاثیرگذار، متن خوبی داشتن، اجرای باحال و تاثیرگذار، موسیقی هم خوب. این کلیت ناجور کارشون در این حدی که اومدی مرحله بعد خیلی خوب بود، ولی شما جزو کسایی هستین که برای مرحله نهایی کارتو خیلی سخت. اگر من بارای مردم به مرحله بعد راه پیدا بکنم، تیمی رو طراحی میکنم که با دوستانم چه توی تهران چه تو شهرهای دیگه نوبت به نوبت، چون این توان نیست که خودم به تنهایی این کارو بکنم، بریم و حال و هوای کسایی که دیالیز میشن رو عوض کنیم، چه کودک چه بزرگسال. البته اجازه میخوام اینو بگم که اگر من به مرحله بعدم راه پیدا نکنم، این وظیفه رو میدونم که باید این کارو انجام بدم، ولی خوشحال میشم اتفاق بیفته. نگران بودم که خراب بشه. وقتی رود کردم وایسادم، سرم آوردم بالا، اولین چیزی که دیدم لبخند خانم رونمایی بود، بعد آقای عظیم نژاد، بعد یه انگار آبی من رو آتیش، بعد سلام، بعد جواب سلام آقای عظیم نژاد، تموم شد همه چیز.